بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به همه یالایی ها در هر کجای این سرزمین. خب میخوایم بریم سراغ ادامه تست های فصل یک با رویکرد کاملا مفهومی، موشکافی تست ها تو مباحثی مثل کلنگری، جزنگری، سطوح حالا سازمانیابی حیات، و وارد یک بحث خیلی مهم از گفتار سه بشیم، بحث تامین غذای کافی و سالم برای انسان، که بحث بررسی تعاملهای مفید زیستی مثل بررسی اجتماعات میکروبی توی خاک یا نحوه تامین غذای انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط گیاه، و همچنین بحث انتقال ژن‌های مفید از باکتری‌های خاک به گیاهان زراعی. تستامون تو این حال و حواس بچه‌ها، با ما همراه باشید. عمق مطلب رو با هم می‌خوایم تو این تست‌ها به دست بیاریم، پس با ما همراه باشید. سوال شماره 17. خب میگه در زیست شناسی جای خالی فقط بر اساس نگرش جای خالی توجیه میشود. ببینیم چی میگه. انقباض ماهیچه‌های اسکلتی بدن فقط بر اساس نگرش کلنگری توجیه میشود. خب من کلنگری جزنگری تو سوالهای قبلی حسابی بررسی کردم. اگه فقط به خود سلول و به خود اجزا کار داشته باشه، ارتباطات توش مهم نباشه، جزنگری کار ما راه میندازه. من فقط میخوام ببینم آقا این از چه اجزایی تشکیل شده. یه موقع عمل کردشه که میخوام بررسی کنم، یا تو باشه عمل کرده اجزای بدن رو که میخوای بررسی بکنی، حتما ارتباطات بین اجزا مهمه و حتما عمل کرده خود اجزا مهمه. یعنی هم کلنگری میخوام هم جزنگری. خب توی گزینه یک در مورد ماهیچه‌های اسکلتی بدن میگه بر اساس کلنگری، یعنی فقط ارتباطات شما در نظر بگیرم. نه خب تا ندونم هر ماهیچه مثلا از چی ساخته شده، مثلا بیایم بگیم هر دسته تار ماهیچه‌ای از تار ساخته شده، هر تار از چندین تارچه، تارچه از چندین سارکومر، خب اینو میشه اجزا. حالا نحوه ارتباط بین اجزا هم برای انقباض من مهم میشه. پس اجزای بدن هم جزنگری میخواد هم کلنگری بررسی عمل کردشون. یک میره. دو، خم شدن ساقه گیاه به سمت نور جزنگری توجیه میشود. اینم غلطه. چرا؟ چون وقتی میایم تو کلنگری، متن کتابو که بررسی میکنیم جلسات قبلی گفتیم در کلنگری همه عوامل زنده و غیر زنده مؤثر بر زندگی جاندار مورد بررسی قرار میگیره. زنده و غیر زنده، الان که غیر زنده توش داره بررسی میشه، پس این کلنگری میخواد نه جزنگری. اینم میره سراغ کارش. سه، تأثیر اجتماعات میکروبی بر زندگی جانداران فقط بر اساس کلنگری. ببین همه عوامل زنده و غیر زنده مؤثر بر زندگی جانداران، خب یعنی بررسی عوامل چیه؟ زنده است بر زندگی جانداران، کاملا با مفهوم کتاب، با خط کتاب توی بحث کلنگری میخونه. بعد اینجا فقط به ارتباطات کار داره، کاری به این نداره که حالا هر یه دونه بافته طرف چجوری داره کار میکنه. میگه آقا اینا بر زندگی جانداران چه اثر، این ارتباطات، کانکشن ها رو نخواهیم بررسی کنیم، اجتماعات میکروبی با زندگی جانداران. خب میام اینجا ویژگی های ساختاری اندام های دستگاه حرکتی. دوباره مثل گزینه یکه، اندام های بدن وقتی میخوای بررسی بکنی هم جزنگری میخوای هم کلنگری، پس لذا گزینه 4 هم که فقط جزنگری رو گفته رد میشه. فلذا 17 میشه گزینه 3. سوال از نظر درجه سختی بچه ها سخته. بریم سوال 18. توی سوال 18 میگه که زیستشناسان با استفاده از نگرش جای خالی نمیتوانند جای خالی رو توجیه کنند. تو همون راستای کلنگری جزنگریه. میگه بر اساس یا با استفاده از نگرش کلنگری نمیتوانند فرایند جهتیابی مقصد مهاجرت پروانه موناک رو توجیه کنند. نگه دار. چرا نمیتونن؟ میگیم تو کلنگری همه عوامل زنده و غیر زنده مؤثر و زندگی جاندار رو بررسی میکنیم. خب جهتیابیش پرتو نور، پرتو نور میشه چی؟ عامل غیر زنده. پس وقتی دارم اثر عامل غیر زنده رو روی زندگی جاندار بررسی میکنم، با کلنگری پاسخ میده. پس یک غلطه، چون گفته این قضیه با کلنگری نمیشه. میریم سراغ دو. میگه با استفاده از نگرش جزنگری نمیتوانند مفهوم برابر بودن کل و اجتماع یک اجزا میکنم و اجتماع اجزای یک سامانه رو توجیه کنند. ببین آقا وقتی میگیم کل بیشتر از اجتماع اجزا است، یعنی دنبال کلنگری هم. پس اگر مفهوم کلنگری رو بذارم کنار، در جزنگری در واقع دقیقا در دیدگاه و ایدئولوژی جزنگری کل برابر میشه با اجتماع اجزا. از کجا من فهمیدم جزنگری ناقصه؟
که دیدم رو کلنگری کردم، واید نگاه کردم، از زاویه بالاتر نگاه کردم و فهمیدم دیگر کل چیزی برابر با اجتماع اجزا نیست، یه چیز بیشتری، ارتباطات بین اجتماع هم، ارتباطات بین اجزا هم مهمه. فلذا وقتی من میگم جزنگری، در واقع یعنی جزنگری کل و اجتماع اجزا یکیه. یعنی مثلا در دیدگاه جزنگری یک مرغ فقط اجتماعی از یک سری سلول و بافت و اندامه، ولی در دیدگاه کلنگری میگیم نه، ارتباطات بین اینا مهمه، همه عوامل زنده و غیر زنده مؤثر بر زندگی مرغ مهمه. پس آقا در واقع گزینه دو داره مفهوم درستی رو میگه. این گفته نمیتوانند، اتفاقا توی دو میتوانند، جزنگری یعنی کل برابر با اجتماع اجزا، پس دو رد میشه. سه میگه با استفاده از نگرش کلنگری نمیتونن تاثیر اجتماعی میکروبی بر افزایش تولید کنندگی گیاهان رو توجیه کنن. اون سوال قبلی بررسی کردیم، وقتی میای بررسی میکنی اثر عوامل زنده و غیر زندگی رو بر چی شد؟ وقتی میای بررسی میکنی اثر عوامل زنده و غیر زنده رو بر زندگی جاندار، در واقع داری کلنگری نگاه میکنی. اثر عوامل زنده بر زندگی جاندار کاملا کلنگری. پس اینم میشه، صورت سوال گفته نمیشه. پس دنبال یه چیز غلط باید ببینیم چی میگه. یک رفت، دو رفت، سه رفت، چهار. میگه با استفاده از نگرش جزنگری نمیتونیم استفاده از اطلاعات رشته های دیگر علوم تجربی در زیست‌شناسی رو توجیه کنیم. بله، این عبارت و این بخش و این جمله مربوط به کلنگریه. شما توی کلنگری علاوه بر این که میای تمامی عوامل زنده و غیر زنده مؤثر و زندگی جاندار رو استفاده می‌کنی، میای از اطلاعات رشته‌های دیگر علوم تجربی برای بررسی این ارتباطات استفاده می‌کنی. متن کتاب بود با هم بررسی کردیم. خب من این رو برای کلنگری داشتم، برای جزنگری نداشتم. فلذا دیدید با رد گزینه رسیدیم، یک غلط بود، دو غلط بود، سه غلط بود و چهار کاملا درسته. بریم سوال بعدی. سوال شماره 19 میگه در ششمین سطح سازمانیابی حیات جای خالی نمیتوان جای خالی رو مشاهده کرد. خب نگاه میکنم اینم نوشته ششمین سطح، چهارمین سطح، من بوم سازگان، سومین، آخرین سطح. بریم کدمون رو هم دیگه یه مرور کنیم. کدمون چی بود بچه ها؟ سبا با دست جاتو جمع کن، اجباراً یه چی؟ یه سیستم بستم بوم بوم میکنه مثل کره. یه مرور میکنیم. سلول، باف، اندام. سلول همون یاخته است. دست، دستگاه، جا، جاندار، جمع، جمعیت، اجباراً میره تو سراغه چی بچه ها؟ اجتماع. این ور یه سیستم مثلا سیستم من یاد اکوسیستم میندازه، مثل بومسازگان. بچه ها واژه فارسی شده یه اکوسیستم میشه بومسازگان. یه سیستم مثلا بوم بوم زیست بوم، بوم بوم زیست بوم میکنه مثل کره. کره میام میگیم چی؟ زیست کره یا زیست کره. گفتیم آقا مثلا تو میتونی بگی مثلا بوم بوم میکنه خیلی کره، کرهش مثلا میشه چی باز؟ همون زیست کره. کد یادت اومد؟ پس آقا الان توی سوال من گفته در ششمین سطح سازمانیابی حیات، ششمین سطح کدومه؟ 1 2 3 4 5 6 جمعیت. بریم رو تست. چی شد؟ هیچی، آبشو گرفتن چلو شد. میگه در ششمین سطح سازمانیابی حیات میشه چی آقا؟ جمعیت. همانند چهارمین سطح سلول، باف، اندام، دستگاه. نمیتوان با این ترین سطح ساختاری واجد ویژگی حیات رو مشاهده کرد. بچه ها این عبارت یعنی سلول یا یاخته. من وقتی از سلول میرم رو بافت، تو بافتم سلول میتونم مشاهده کنم. وقتی از سلول تو بافت میرم تو اندام، دیگه تو اندام هم سلول هم بافت رو میتونم مشاهده کنم. وقتی میرم دستگاه هم سلول هم بافت اندام رو میتونم. ببینید که هرچی تو میری بالاتر پایینیارم داره دیگه. پس غلط. دیگه نمیتونیم مثل غلط. جفتش میتونیم سلول ببینیم. دو. میگه برخلاف اکوسیستم یا همون بوم سازگان نمیتوان تعامل جمعیت‌های گوناگون رو با هم مشاهده کرد. کاملا درسته. جمعیت قانونش بود بچه‌ها یک. جمعیت قانونش بود یک. بذار بگم قانونشو. مجموع افراد یک گونه که در یک مکان و در یک زمان دارن با هم زندگی میکنن میشن یک جمعیت. خب آقا بله، ما تو بومسازگان چندین جمعیت مختلف داریم که تو یک اقلیم دارن با هم زندگی میکنن.
من تو بومسازگان میتونم تعامل جمعیت ها رو ببینم، تو جمعیت خب توی یه جمعیت که نمیتونم تعامل دو تا جمعیت رو ببینم که، فلذا دو درسته. سه میگه برخلاف سومی صد سلول بافت اندام نمیتوان ارتباط های در هم آمیخته رو مشاهده کرد، چون میگه از سلول که میای بالا ارتباطات سلولی شروع میشه، هرچی هم میری بالاتر این ارتباط ها بیشتر و سنگین تر میشه، پس میتوان. چهار در ششمی سطح جمعیت همانند آخرین سطح نمیتوان ایجاد جاندار تراژن رو مشاهده کرد. بله تو جمعیت چی بود؟ یک مجموعه افراد یک گونه که در یک مکان و یک زمان دارن با هم زندگی میکنن. تراژن یعنی چی؟ من میام ژن یک گونه رو وارد یک گونه دیگه بکنم، یعنی به جانداری که حاوی ژن گونه غیر از خودش باشه میگم تراژن. بله تو زیستکره میتونم، ولی تو جمعیت نمیتونم، گفته تو جفتش میتوان، پس غلطه. فلز 19 میشه گزینه 2. میریم سراغ سوال 20 که شاعر میگه تو خودت نمره 20ی. بله تو مثل هیچ کسی نیستی. بریم یک کدام گزینه در ارتباط با فناوری ها و علوم نوینی که در پیشرفت علم زیست شناسی نقش داشته ان صحیح است؟ خب چی میگه؟ یک در هر پروژه مربوط به شناسایی مجموعه ژن های جانداران ذخیره و تحلیل داده ها فقط با رایانه های پرظرفیت و پرسرعت مؤثر. بچه‌ها من این بخش کتاب رو براتون جمع و جور نکردم، مرور نکردم، بریم متنش رو یه مرور بکنیم. بیا ببین آقا اینجا چی میگه. این تمام پاراگرافش کلا توی دو تا نکته خیلی مهم و تستی داره مطرح میشه. یک میگه امروزی بیشتر هر زمان دیگه بایگانی یا اطلاعات رو میخوایم. چرا؟ چون در برخی، یعنی بعضی، پس همه نه، در برخی از پروشه های اخیر زیستشناسی ما توی بحث شناسایی ژن‌های جانداران یا اطلاعات ژنتیکی اونها چندین ترابایت، هر ترابایت برابر 1 تریلیون بایت داده تولید می شود که باید ذخیره بشه اول، بعد شروع کنیم به تحلیل، بعد پردازشش. پس ذخیره، تحلیل، پردازش. خب تنظیم، ثبت و تحلیلش خب قطعا به صورت چاپی اصلا نمیشه، پس باید توی کامپیوترهای پرظرفیت و پرسرعت استفاده کرد. حالا میخواد چی رو بگه؟ این پایینم یه عکس آورده خیلی باحاله. میگه انتقال حافظه 5 مگابایتی. شما 5 مگابایتی یعنی در حد چی بگی آدم؟ مثلا در حد یه فیلم کوتاه میشه تو این شبکه های اجتماعی که دارید میبینید، حتی شاید خیلی کمتر. این حافظه 5 مگ بوده توسط شرکت IBM مکبر آمریکا. حالا اون موقع خفن ترین سخت افزارشون بوده. حالا این چیه؟ یک هارد 2 ترابایتیه. طرف کل رزومه سینمای ایران رو میتونه بریزه این تو. از یک هفته استش. میگه ببین اون موقع که اینا بودن خب ما نمیتونستیم طبیعتا اینقدر فعالیت بکنیم واسه پردازش اطلاعات. الان داریم از تکنولوژی استفاده میکنیم. حالا با همین دید بریم رو تست ببین چقدر راحت حل میشه. میگه در هر پروژه مربوط به شناسایی مجموعه ژن‌های جانداران ذخیره و تحلیل داده‌ها فقط با رایانه‌های پرظرفیت و پرسرعت. غلط گفتیم. در برخی از پروژه‌ها نیازه، تو همه پروژه ما نمی‌خوام همه ژنوم رو بررسی کنیم، که یه ژن مهم بررسی کنیم، این نصف ژن می‌خوایم بررسی کنیم دیگه، اینقدر کامپیوتر ابر قدرت و این حرفا نیاز نداریم. دو روشی که باعث انتقال صفتی از یک جاندار به جاندار دیگر می‌شود، مهندسی ژن شناسی یا مهندسی ژنتیک، ممکن نیست در باکتری منجر به تولید محصول جانوری شود. عجب. آها بله، من میام ژن انسولین انسانی رو میدم به باکتری، باکتری نمیتونه واسه من محصول جانوری تولید بکنه. میتونه دیگه، پس ممکنه با روش مهندسی ژنتیک این کارو میکنم. سه با استفاده از فناوری مشاهده سامانه های زیستی زنده میتوان پروتئین ها را در یاخته های زنده شناسایی ردیابی کرد. من یه توضیح در مورد این بدم. یه نکته هست ببین آقا، حالا بحث همین فناوری مشاهده سامانه های زیستی زنده میره سراغ میکروسکوپ ها. ما دو نوع میکروسکوپ داریم که اگه اجازه بدید میخوام تو تصویر بهتون نشون بدم. هدف اینه که یک مقایسه خیلی سریع بین نوری و الکترونی داشته باشیم. نوری بچه‌ها خیلی ضعیف‌تر از الکترونیه، شاید بگیم 1000 بار ضعیف‌تر حداقل مثلا.
ما توی نوری از نور مرئی استفاده میکنیم، توی الکترونی از الکترون‌ها استفاده میکنیم. توی الکترونی نمونه زنده رو نمیتونیم بررسی کنیم، حتما باید نمونه مرده باشه، ولی در نوری هم زنده هم مرده رو میشه بررسی کرد. اما تصویر یک میکروسکوپ نوری هستش که عدسی چشمی، عدسی شیعی نمودن اینجا میذاری، خلاصه منبع نور رو تنظیم میکنی و میبینی. اما توی بحث بچه ها میکروسکوپ الکترونی سیستم بسیار پیشرفته و پیچیده ای داره، به این صورت که شما داری تو آزمایشگاه میبینی استفاده ازش، حتما دستگاه و سیستم و تجهیزات لازم به خودش رو داره. قدیم فقط از این میکروسکوپ های نوری استفاده میشد برای دیدن شی، حتما باید رنگامیزی میکردی، هزار و یک جور دردسر داشت تا بتونی نمونت رو پیدا کنی. اما الان بدون نیاز به رنگامیزی، به راحتی به لطف این تکنولوژی میتونیم خیلی راحت حتی پروتئین ها رو توی سلول ببینیم و بررسی کنیم. با این اطلاعات که دادم بریم روی صورت سوال. خب با توجه به مسائلی که گفتیم گزینه سه رو ببینیم. با استفاده از فناوری های مشاهده سامانه های زیستی زنده میتونیم پروتئین ها رو توی یافته های زنده شناسایی و ردیابی کنیم که کاملا درست بود. چهار میگه هر یک از این فناوری ها امکان انجام محاسبات رو در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم کرده. خب ما کلی از فناوری ها مثلا مثل مهندسی ژنتیک رو داریم که در پیشرفت علم زیست شناسی کمک کرده. مهندسی ژنتیک کمک به محاسبات ما نمیکنه، پس همه فناوری ها راهبردشون، کاربردشون در بحث محاسبات نخواهد بود. اینم از سوال 20 که میشه گزینه 3. بریم سراغ 21، وارد بحث جدیدی میشیم، بسیار نکته و مطلب خوبی خواهد داشت. میگه چند مورد از موارد زیر از راه‌های تأمین غذای سالم و کافی برای انسان به شمار می‌رود. بریم ببینیم کتاب در این مورد به ما چی میگه. با توجه به متنی که خب در این بخش از کتابتون اومده، داره توضیح میده که آقا غذای ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم از گیاهان به دست بیاد. بعد در مورد گیاهان خودرو میگه، گیاهان زراعی میگه، نقش مهندسی ژنتیک توی تولید غذای بیشتر میگه، خلاصه یه آمار وحشتناک میده. میگه که آقا رقم گرسنگان در سال 2030 حدوداً 4.8 میلیارد نفر برسه. اصلا چجوری ما میتونیم واسه این همه آدم غذا تامین کنیم؟ اینجوری کتاب خوندن حال نمیده، با من بیا رو تخته خوشگل ترش کنیم. ببین آقا متن کتاب چی میگه. میگه غذایی که ما میخوریم به طور مستقیم از گیاهان، یا ما خودمون میایم گیاهو میخوریم، یا غیر مستقیم. برو اونورتر آیفون مرد ببینن بچا غیر مستقیم رو. اینو میگه، یعنی این بابایه میاد گیاهو میخوره، ما هم میریم اینو میخوریم، درست شد؟ خب پس این میشه چی آقا؟ غیر مستقیم. حالا میگه آقا پس با توجه به اینکه غذای ما رو بالاخره یا مستقیم یا غیر مستقیم گیاه داره تامین میکنه به وسیله فتوسنتز، شناخت گیاهان یکی از راه‌های تامین غذای بیشتر و بهتر، یعنی با کیفیت تره. یعنی من میتونم هم گندم بیشتری بکارم، هم یه کاری کنم گندم من دونه بیشتری بده، گلوتن بالاتری بده. بعد میاد یه مثالی میزنه، میگه در راستای همین شناخت گیاهان حواست هست، مثلا ما یه سری گیاهان خودرو داریم مثل علف‌های هرز، اینا قدرت سازگاری بسیار بالایی دارن با محیط‌های مختلف. این قضیه قدرت سازگاری بالا چه نتیجه واسشون داره؟ میگه نه، تو اقلیم‌های مختلف خیلی سریع رویش میکنن، رشد میکنن و به زادآوری بسیار بالایی میرسن. خب این یعنی چی؟ یعنی آقا رسیدن این گیاهان در اقلیم‌های مختلف و متفاوت به تولید کنندگی هم زمان خیلی کمی میخواد، هم میزان تولید کنندگی خیلی بالایی رو واسه اینا برمقام میاره. آقا تولید کنندگی رو کتابتون توضیح داده، یعنی یه گیاه بتونه به میوه و دانه برسه. بسیار عالی. خب حالا ببین، من میام میگم ببین هر ویژگی رو توی علم ژنتیک یک صفتی در نظر میگیریم و این صفت توسط کدهای ژنتیکی داره کنترل میشه. پس اگه من میخوام این ویژگی ها رو منتقل کنم به گیاه زراعی خودم مثل گندم، باید بیام ژن این گیاهان خود رو که باعث این سازگاری و قدرت تولید کنندگی بالا در زمان کم هست رو شناسایی کنم، بعد اون ژن رو به گیاه زراعی خودم منتقل کنم. به طور مثال گفتم، گفتم آقا گندم گیاهیه که اساساً به خشکی حساسه،
مثلا ما حالا دو رقم گندم خیلی معروف داریم، بهاره و پاییزه. فکر میکنم بهاره رو شما تقریبا اوایل بهار میکاری، اواخر تابستون درو میکنی، یعنی چیزی هولوش 6 ماه زمان میخواد تا تولید کنندگیش. ولی بهار یه تا به اصطلاح یه بارون میزنه، یه ذره هوا دمش مناسب باشه، میره تمام خیابون ها، تمام جاهایی که اصلا غیر قابل رشد پر شده از علفای هست. خب پس من این ژن رو، این صفت رو میتونم منتقل کنم به گیاه زراعی خودم، در 6 ماه 10 بار گندم بکارم و برداشت کنم مثلا. خب آقا من میام این ور در مورد بحث گیاه زراعی میخوام بیشتر توضیح بدم. اینجا رو نگاه کنید بچه ها، میگه آقا گیاهای زراعی تو محیط های پیچیده ای که در حالا بخش های مختلف زنده و غیر زنده توش دخیل هستش داره رشد و به اصطلاح زندگی میکنه. بخش های غیر زنده، عوامل غیر زنده مؤثر بر زندگی گیاهان زراعی مثل دما و رطوبت و نور گفته، عوامل زنده مثل باکتری، قارچ و حشرات. میگه ببین ما باید بیایم تعامل های سودمند رو بشناسیم بین عوامل زنده و غیر زنده با هم، و حالا هر دو گروه هم طبیعتاً با هم، یعنی عوامل تعامل های سودمند بین اینها و تعامل های سودمند بین بخش های غیر زنده و زنده با گیاه زراعی. مثال گفته، میگه آقا ما اجتماع های پیچیده میکروبی، ببین نمیگه باکتری، میگه میکروبی، حواست به کلمه میکروب باشه، چیزهایی که کلا تکسلولی ان، ریز ان، با میکروسکوپ دیده میشن و بهشون به طور کلی میگیم میکروبی. انواع باکتری، انواع قارچ رو میتونیم بگیم میکروب. خب میگه اجتماع های پیچیده میکروبی تو خاک اثبات شده در تهیه مواد مغذی و حفاظت از گیاهان در برابر آفت ها و بیماری ها نقش مهمی دارن. آقا هر دو پارامتر رو توی سالهای مختلف کتابتون، توی زیست 11 و زیست 12 کتابتون بهش اشاره کرده. توی تهیه مواد مغذی تو بحث چرخه نیتروژن، مثل باکتری های ریزوبیوم، مثل باکتری های تثبیت کننده نیتروژن، اینا باکتری هایی هستن که تو خاک کمک میکنن به تثبیت نیتروژن و تولید مواد غذایی برای گیاه. یا اون طرف تو بحث حفاظت از گیاهان تو سال 12 فصل 7 گفتار 3 میگه که آقا اثبات شده این سری باکتری های تو خاک هستن که اینها به اصطلاح موادی تولید میکنن که برای آفات مضره، یعنی پیش سم های تولید میکنن که آفات وقتی اون سم ها رو، پیش سم ها رو میخورن تو بدنشون تبدیل میشه به سم فعال و آفات میمیره. خب ما میتونیم بیایم ژن مقاومم میتونیم بیایم ژن مقاومت به آفت رو از باکتری خاکزی به گیاه زراعی منتقل کنیم و به این وسیله در تولید کنندگی گیاه زراعی نقش موثری داشته باشیم تا بتونیم بیشتر و بهتر غذا تولید بکنیم. پس همه اطلاعاتی که گفتیم میشه بحث تأمین غذای سالم و کافی. امیدوارم به این سبک بهتر و زیباتر مطلب رو یاد بگیرید. با توجه به مطالبی که بررسی کردیم ببینیم پاسخ تست چی میشه. چند مورد از موارد زیر در راه‌های تأمین غذای سالم و کافی برای انسان به شمار میره. الف، از بین بردن میکروب‌های خاک. خیلی اتفاقا ما باید بیایم تعامل‌های مناسب رو در بین اجتماعات میکروبی خاک بررسی بکنیم. پس الف غلطه. و همچنین دیدیم که میکروب‌های خاک چقدر میتونن برای تأمین مواد مغذی و بحث محافظت گیاه در مقابل آفت‌ها کمک کننده باشن. پس الف کاملا اشتباهه. ب، انتقال ژن‌های مفید از گیاهان زراعی به خودرو. ای وای جابجا گفته از خودرو به زراعی، درست بود. پس به هم غلطه. جیم، شناخت روابط گیاهان زراعی و محیط زیست کاملا درسته. دال، شناخت عوامل زنده و غیر زنده که در زندگی گیاهان مؤثر است. این هم کاملا درسته. دوتاش درسته گفته، چند موردش درسته میشه؟ دو مورد. بریم سراغ 22. یکی از راه‌های به دست آوردن غذای بیشتر و بهتر، اینو بردم واسه تثبیت تست والای. گزینه 1، انتقال ژن‌های دلخواه و مفید از گیاهان خودرو به زراعی. تمام شد رفت. گزینه رو نگاه کن. 2، کاشت دانه‌های گیاهان خودرو در کنار گیاهان زراعی. این چه کمکی میکنه؟ اتفاقا ضرر هم میزنه. خودرو از زراعی من قوی‌تره، تمام مواد غذایی رو از گیاه خودرو میگیره، زراعیم به فنا میره. 3، کاشت گیاهان خودروی مقاوم به آفات در مزارع زراعی. اینا هم مثل همینه، ربطی نداره. 4، انتقال ژن‌های دلخواه و مفید از گیاهان زراعی به گیاهان خودرو، مثل همین تست بود نکتهش. خب پلیزا 22 میشه گزینه 1. اما 23، چند مورد از جملات زیر در مورد گازوئیل زیستی به درستی بیان شده که انشالله گازوئیل زیستی مونه واسه جلسه بعدی. موفق و پایدار باشید.